پادکست سرزمین ماست که از ایندیپندنت فارسی می شنوید. نقشه قتل دریاچه ارومیه چگونه اجرا شد؟ سلام و وقت بخیر. حتما خبر داریم که دریاچه ارومیه رو به اقماست. شاید خیلی از شما یادتون نیاد. شاید همون موقع اصلا متولد نشده بودین. اولین خبرهای نگران کننده درباره دریاچه اواخر دهه 70 خورشیدی منتشر شد. اون موقع سید محمد خاتمی رئیس دولت بود و رئیس سازمان محیط زیست معصومه ابتکار. همونی که به دلیل فعالیت‌های انقلابی و گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا اوایل انقلاب بهش میگفتند خواهر مری. دیگه 19 سالی از انقلاب گذشته بود و خواهر مری هم شده بود خانوم دکتر معصومه ابتکار. چند سالی که از حضورش در سازمان محیط زیست گذشت، نتیجه پژوهش‌های دانشگاه تهران رو بهش داد. خلاصش این بود که اگر وضعیت بهره برداری از چاه‌ها و رودخونه های منتهی به دریاچه ارومیه همینطوری ادامه پیدا کنه، بخش عمده از دریاچه تا دوازده سال دیگه خشک میشه. تقریبا همین اتفاق هم افتاد. او به جای اینکه فکری برای ارومیه بکنه، به رئیسش اطمینان داد که مشکلی نیست. اینا رو بعدا ایسا کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در دولت دوم روحانی برملا کرده. اواخر دهه هفتاد شوری دریاچه از 180 گرم در لیتر بیشتر و بیشتر میشد. معنیش این بود که حجم آب ورودی داره کم میشه اولین اثر مشهودش مرگ پرنده های مهاجر از جمله ها بود بعید کسی آمار دقیقی از مرگ جوجه فلامینگو ها و جوجه پلیکان ها داشته باشه که زمانی صدها هزار تا از اونها در ارومیه زاد و ولد میکردن اون موقع مقام های کشوری و لشکری میگفتن مگه چند تا پرنده چه اهمیتی داره پیش از اینکه برسیم به جزئیات قتل دریاچه ارومیه و اینکه ماجرا از کجا شروع شد نگاهی بکنیم به نام ارومیه با هومر آبرامیان نویسنده و پژوهشگر فرهنگ ایران نام این شهر باستانی ایران را در همه های آموزشی به کشوری ارومیه می نویسند و خواسته و ناخواسته به گونه آن را با امپراتوری روم پیوند میدهند که از بیخوبون نادرست است این شهر و دریاچه آن باید اور گفته بشود و نوشته بشود پیرامون 2700 سال پیش در پی کوچهای بزرگ مردم از سرزمینی به سرزمینهای دیگر شمار بزرگی از آشوریها از سرزمین میانرودان، عراق کنونی از راه رشته کوههای زاگروس به این بخش از سرزمین مات آمدند و مانش گزیدند و به پاس رودهای پرآب و فراخ بستر که به دریاچه نمک سرازیر می شدند آن سرزمین را اورت میه نام دادند این یک نامواژه دو بهری در زبان آشوری کهن است بهره نخست آن اور به چم زیستگاه و جایگاه و همان است که در نامواجه های اورشلوم یا اورشلیم به چم جایگاه آرامش و دوستی و شلوم همان است که سپستر به زبان عربی درآمد و سلام شد به شهر دیگر اورهی در عراق به چم جایگاه زیستمندان جایی که در آنجا باشندگان جاندار هستند و اور نام شهر باستانی در میان رودان که ابراهیم بنیادگذار دینهای ابراهیمی از آنجا برخاست و به سوی کنعان رفت میبینیم که در همه این شهرها این واژه اور دیده میشود بهر دوم میه به چم آب است که در زبان عربی بریخت ما در آمد پس همکرد این دو بحر می شود جایگاه یا زیستگاه آب در زبان اکدی کهن یا در زبان آشوری باستان ماجرای قتل دریاچه ارومیه از کجا شروع شد؟ اولین ضربه رو میانگذر شهید کلانتری زد. سال 58 بود که نمایندگان ولی فقیه در منطقه و در رأس اونها قلام رزا حسنی معروف به ملا حسنی در نماز جمعه ارومیه درباره این پروژه صحبت کردند. هرقدر کارشناسان محیط زیست از همون زمان گفتن جاده چرخه آب رو مختل میکنه به خرجی کسی نرفت. برای اینکه جاده رو بسازن از کوههای اطراف مثل کوه زنبیل برداشتن و ریختن کف دریاچه جاده ای که با 15 کیلومتر طول و 450 متر عرض بالاخره بعد از گذشت 30 سال تبریز رو به ارومیه وصل کرد ضربه بعدی توسعه کشاورزی بود اگه به تصاویر ماهواره سالهای اخیر نگاه کنین میبینین که رنگ سبز دور دریاچه ارومیه بزرگ و خود دریاچه کوچکتر شد. زمین های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه که قبل از انقلاب 300 هزار هکتار بود به تدریج به 700 هزار هکتار افزایش پیدا کرد. به علاوه الگوی کشت رو هم عوض کردن و مثلا به جای انگور درخت سیب کاشتن. افزایش زمین کشاورزی یعنی افزایش مصرف آب. پس لازم بود که سدسازی و پروژه های انتقال آب هم انجام بشه. سدسازها که سود سرشاری هم نصیبشون میشد به بهانه تأمین آب و معمولا به بهانه تأمین آب شرب وارد میدون شدند. در 52 هزار کیلومتر مربع مساحت حوزه آبریز دریاچه ارومیه 3900 فعال ساختند و سی500صد دیگه هم در دست ساخت یا مطالعه دارند. پیش از اینکه برسیم به عامل بعدی قتل کمی بیشتر با ارومیه آشنا بشیم همراه با آقای آبرامیان در برخی از کهننامه های ایرانی دریاچه ارومیه همان چیچست گفته شده ولی با دلیری میتوان گفت که دریاچه چیچست یا چچستا و دریای فراخ کرد را باید در خاور ایران جستجو کرد نه در باختر چنانچه زادگاه و برآمدنگاه اشوزرتوش را هم باید در همان خاور ایران دانست نه کوهستهند و سبلان در باختر ایران اگر نام باستانی این دریاچه چیچست می بود به باور من آشوری ها هرگز دلیری نمی کردند و نمی توانستند نام آن سرزمین را دگرگون کنند اگر هم می کردند در زمان پارسی و در کارنامه ایران جا نمی گرفت در سنگ نوشته های پادشاهان آشور بارها و بارها از این شهر و ارزش بازرگانی آن یاد شده است روستاهای بسیار آباد و زیبا که آشوری ها در ارمیه برپا کردند از همون 2700 سال پیش تا به امروز البته تا پیش از این خلالوش اسلامی از صد هم فضول است برسیم تا به روزگار ما نخستین بیمارستان به شیوه نوین نخستین کانون آموزش پزشکی نوین نخستین دبستان دخترانه و پسرانه مختلط یا با هم در این شهر بنیادگذاری شدن در ایران در هیچ کجای دیگر در شهرهای ایران نمی بینیم که پیش از ارومیه پسران و دختران با هم به یک دبستان رفته باشند روزنامه زاریر بحر به زبان آشوری به چم پرتو روشنایی دومین روزنامه در کارنامه ایران پس از کاغذ اخبار بود که در سال 1918 به زبان آشوری چاپ شد ارومیه یکی از کهندترین شهرهای ایران و یکی از زیباترین بخشهای این سرزمین باستان است علاوه بر صدها بیش از 100 هزار چاه مجاز و غیر مجاز هم در کل منطقه ایجاد شد بیشتر برای آبیاری زمین های کشاورزی که مثل زالو افتادن به جون دریاچه برای نجات ارومیه کارهایی هم انجام شد از جمله طرح حفاظت از طالاب های ایران که برنامه عمران سازمان ملل با همکاری سازمان محیط زیست و همراهی وزارت جهاد کشاورزی و کشور در 1384 راه انداخت با بودجه معادل دوازده میلیون و هفتصد هزار دلار که ارومیه رو هم شامل می شود. یا نه سال بعدش که ژاپن با کمک یک میلیون دلاری پا پیش گذاشت اما وضعیت دریاچه روز به روز بدتر می شد با روی کار اومدن حسن روحانی معصومه ابتکار دوباره شد رئیس سازمان محیط زیست و ایجاد کارگروه نجات دریاچه ارومیه رو به عنوان نخستین مصوبه دولت اعلام کرد مدتی بعد اسم این کارگروه شد ستاد احیای دریاچه ارومیه مدیران این ستاد که تعدادیشون از مقامهای محلی بودن 15 هزار میلیارد تومن خرج کردند به اسم احیای دریاچه ارومیه اما بعد از 11 سال از اون مصوبه و اون ریخت و پاش حالا خبر میرسه که 95 درصد ای که زمانی 5000 کیلومتر مربع بود شده. البته بعد از روی کار اومدن دولت رئیسی فعالیت های ستاد تقریبا متوقف شد کارهایی مثل توقف ساخت چندین سد یا کاهش 40 درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی یک سری کارها هم که نباید میکردند انجام دادن از جمله پروژه های انتقال آب به دریچه ارومیه مثل پروژه انتقال آب از رودخانه زاب کوچک که به کشور عراق میریخت یک سری مسائل هم به کل نادیده گرفتن مثل میزان تبخیر که به روزی 27 میلیون متر مکعب هم میرسه محمد فاضلی که در دولت اول روحانی معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری بود و مدتی هم مشاور وزیر نیرو اخیرا در گزارشی نوشته احیای دریاچه ارومیه با فرایندی که تا کنون طی شده و برنامه‌ای که ستاد اجرا کرده ناممکن است سیاست ستاد صورت دیگری از عرضه بیشتر آب بدون هیچ گونه اصلاحات نهادی در ساختار نظام کشاورزی توسعه منطقه‌ای اقتصاد منابع آب و انرژی و تحول در صورتبندی اقتصادی اجتماعی حوزه آبریز بوده است خلاصه که بهتر بود به جای ستاد احیای دریاچه ارومیه بهش میگفتن ستاد تنفس مصنوعی دریاچه ارومیه ستادی که به کلی شکست خورده طی این چهاردهه مدیران و مقامهای کشوری لشکری و محلی از رهبران جمهوری اسلامی تا امامان جمعه، از رؤسای جمهوری تا رؤسای سازمان محیط زیست، از وزرای کشاورزی تا استانداران، از فرماندهان سپاه پاسداران و وزرای نیرو تا مدیران آب منطقی همگی در اجرای این نقشه قتل سهیم و شریک بودند. ممنون که شنونده این قسمت از سرزمین ما بودیم. مجگان غفاری شیروان و مهدی پوریادگار در اجرای این قسمت کمک کردند. نوای شمشال کاری از قادر عبدالله زاده و ستار کاری از علیرضا جعفری بود موسیقی پایانی اثر سیمون فولوار اگه از این پادکست خوشتون اومد لطفا به دوستانتون هم معرفی کنید من سام خسروی فرد متخصص و تحلیلگر محیط زیست تهیه کننده سرزمین ما براتون اوقات خوشی آرزو میکنم تا بعد روز و شبتون بخیر